با درود مطالب گفتار پیش رو ادامه میدم. یه اشاره‌ای میکنم برای اینکه متبادر به ذهنتون بشه و در آخر برنامه پیش، در شاید یک دقیقه آخر یا ثانیه های آخر یادآوری کردم و ازتون خواهش کردم که برنامه پیش رو توی ذهن داشته باشید یا پیش از اینکه این برنامه رو ببینید دوباره اون رو بشنوید، چون بلافاصله مطالب امروز پیوسته مطالب قبلیه. به دلیل اینکه زمان و وقت ما محدوده، من مجبور میشم یک جایی مطالب رو متوقف کنم و بقیهش رو در گفتار بعدی بگم. حالا اشاره میکردم روی نحو نگاه یا بینش نیچه روی مفهوم هستی، به ویژه اون چی که از کتاب چنین گفت زردشت برمیاد. آخرین نکته ای رو که اشاره کردم این بود که نگاه نیچه نسبت به هستی مسئله کانونی او حیاته، یعنی هستی رو از منظر حیات بهش نگاه میکنه. و بعد در بینش متافیزیک و دوگان بینی متافیزیکی با اصالت بخشیدن به عالم ماورا، اراده معطوف به قدرت بنیان شکل‌گیری ارزشا میشه. حالا از نگاه نیچه مسئله بعدی رابطه ارزشها و نگاه متافیزیکه در مسئله هستی، به ویژه در مسئله هستی. ببینید، اصلا یکی از تمهای بسیار مهم و کلیدی تفکر نیچه مسئله ارزش هاست. ارزش ها مجموعه اتوریته هایی هستند که طی قرن ها رفتار انسان، اندیشه انسان، نگاه انسان و سنن چه فکری و چه سنن زیست معمول و اجتماعی انسان رو مدیریت کردن. بنابراین یکی از نقدهای اصلی نیچه یا بخشی از نقدهای عمده و اصلی نیچه از تاریخ متافیزیک از افلاطون تا به عصر حاضر مسئله ارزش هاست. یعنی همواره مسئله ارزش هاست که اراده معطوف به قدرت و اراده معطوف به حقیقت رو در ارتباط با اونا میبینه. ضمناً در همین معنا بخشی به هستی نیز نیچه مسئله هستی رو در ارتباط با ارزش ها نیز مورد نظر داره. از نگاه نیچه مسئله کانونی، البته متافیزیک مسئله ارزش هاست، اما خود ارزش مسئله ساز نیست. اینکه بگوییم چی خوبه و چی بده به عنوان یک ارزش خود مسئله ساز نیست، اما مسئله از این قراره که هر کجا فلسفه های پیشین در باب وجود یا هستی اندیشیدن، بلا فاصله مسئله هستی رو مبدل به ارزش کردند. خب این یه ذره درکش دقیقه. من واقعا از شنوندگان صحبتام، اونهایی که علاقمندن و با دقت و با میل این گفتارها رو تعقیب میکنن تا به یک روشنایی های در ذهنشون برسند،
این بحثایی رو که الان دارم مطرح میکنم مثل بحثای پیشین، من استدعام واقعا و خواهشم اینه که با دقت و تأمل توجه کنید. هر کجا فلسفه های پیشین، یعنی جریان های قبلی متافیزیک در باب هستی اندیشیدن، خواه نزد افلاطون، خواه نزد ارسطو، خواه نزد استوئیسیان ها یعنی رواقیون، و بعد در نزد باطنگرایان، و بعد در نزد متفکران مسیحی، و بعدش حتی در عصر مدرن، هر کجا این جریان های فلسفی در باب وجود اندیشیدن، بلا فاصله مسئله وجود مبدل به ارزش شده، یعنی ارزشی ثابت، قاطع، یگانه و تخلف ناپذیر از نگاه اون جریان فکری. مثلا در جریان مسیحیت، در الهیات مسیحیت، فعالیت های طبیعی انسان بر مبنای ارزش مطلقی تعریف شده که با نگاه روی هستی اون ارزش رو به وجود آوردن. به سخنی دیگر، از نگاه نیچه خود هستی تبدیل به ارزش شده، ارزشی مطلق. اونم مثال براتون میزنم، در تمام جریان های ادیان سگانه، یعنی ادیانی که با وحی سر و کار دارند، چه یهود و چه مسیحیت و چه اسلام، وجود یا هستی امر مقدسه، زیرا خداوند که کانون هستی قرار میگیره امر ثابت و مقدسه. اینگونه تبدیل به ارزش میشه، اینگونه نگاه تاریخ متافیزیک و تاریخ دین نسبت به هستی اوریان نیست. در حالی که خیلی خلاصه، نحو نگاه نیچه به هستی مبتنی بر حیاته، یعنی همین عالم پیش رو، همین عالم محسوس، منهای هر پدیده دیگری که در تخیل و توهم انسان به نام عالم ماورا به وجود اومده. حالا با توجه به این نکته های مشخصی که به ویژه در تفکر نیچه روی نگاهش روی هستی بیان کردم، چه در گفتار پیش و چه ادامش در این چند دقیقه ای که این برنامه رو شروع کردم، حالا میخواهیم وارد رابطه اندیشه ورزی هایدگر با نیچه بشیم. ببینید، متد فلسفی نیچه در نشان دادن ناتوانی های متافیزیکی که افلاطونی شده بر نگاه و بینش هستی شناسی بنیانی هایدگر تأثیرات ساختاری میگذاره. به ترتیب این تأثیرات رو نشون میدم، توضیح میدم، بعضی از این نکته هایی رو که در رابطه نیچه با هایدگر توضیح میدن دیگر فیلسوفان یا متفکران مغرب زمین بهش اشاره کردن. بعضی از این تأثیرات تأملات شخصی خود منه، یعنی درنگ هاییست که در رابطه با شناختی که از هایدگر داشتم و دارم و شناختی که از نیچه، این رابطه رو سعی کردم در اندیشه این دو پیدا کنم. حالا مهم نیست که آیا این چیزایی که میگم
از تأملات من برمیخیزه یا یه متفکر دیگر، به هر حال اینها هست، اینها قابل دیدن و قابل نشان دادن در تفکر البته پیچیده و بسیار وسیع هایدگر نیز هست تأثیرات نیچه روی او. نگاه هایدگر به مسئله هستی اول اینه، نگاه، چون ببینید اصلا هایدگر رو ما به عنوان فیلسوف هستی میشناسیم، بعد که حالا این تأثیرات رو نشون دادم و این رابطه رو بین نیچه و هایدگر نشون دادم، اون موقع میرسیم به کژاندیشی هایی که هم از نیچه و عمدتاً از هایدگر در اندیشه ورزی این روشنفکرانی مثل سید احمد فردید که خود را البته فیلسوفی نامید، یا کسی مثل داریوش شایگان یا مثل رضای داوری و چند تن دیگر که به هایدگر پرداختند، اونجا معلوم میشه که چقدر به بیراه رفتن اینها و با این بیراه ها چگونه اندیشه ورزی ایرانی رو به ویژه در نزدیک به یک قرن پیش آلوده کردند. مسئله بنیانی تفکر هایدگر مسئله هستی است، به سخنی هستی شناسیه. هایدگر بلافاصله اینجا اشاره بکنم، بعد در بررسی های که در ادامه میاد این رو بهش باز خواهم گشت، به اجمال البته توضیح خواهم داد در حدی که وقت داشته باشم. هایدگر نگاه خودش رو به هستی، هستی شناسی بنیانی مینامه و میدونه، زیرا قبل از هایدگر در عصر باستان در یونان باستان نخستین کسی که به هستی پرداخته و در کتاب و در نوشته های فلسفی خودش که یک بار در این برنامه اون رو اشاره کردم، مجموعه اون نوشته ها رو اسمش متافیزیک گذاشته، ارسطو خودش نه شاگردش عنوان متافیزیک بر اونها میگذاره، در اونها به مسئله هستی پرداخته. لذا اون چرا که در تاریخ متافیزیک قبل از هایدگر نسبت به هستی نگریسته شده، حتی فلاسفه مسیحی اونو میگه اونتولوژی یا هستی شناسی. عنوانی که به خودش میده میگه هستی شناسی بنیانی. بلافاصله اینجا با توضیحاتی که این تقسیم بندی و این نحوه نامگذاری رو که هایدگر بر نحوه نگاه خودش روی هستی قرار میده، پیوندش رو با نیچه بگویم. گفتار قبلی رو دوباره برید و اگر در خاطرتون نباشه گوش کنید، اونجا گفتم که نگاه نیچه به هستی از نگاه متداول و متعارف متافیزیک عبور میکنه و اونو کنار مینهه و بنیان نگاه نیچه بر هستی میشه حیات. خب حالا نگاه نیچه، نگاه هایدگر را به مسئله هستی از نگاه یا بینش متافیزیکی به ویژه، یعنی تأثیری که نیچه میذاره روی هایدگر اینه که، یک بار دیگه این گزاره رو تکرار کنم، این که نحوه نگاه نقادانه نیچه به تاریخ متافیزیک و جریانات متافیزیک، نگاه هایدگر به مسئله هستی رو از نگاه یا بینش متافیزیکی به ویژه خط ارسطویی یا همون هستی شناسی متافیزیکی که آن را اونتولوژی مینامه یا هستی شناسی مطلق، نوعاً ارسطویی جدا میکنه. از اینجاست که هایدگر نگاه خود را به هستی، هستی شناسی بنیانی مینامه. شاید در ایران معلمان فلسفه اگر در درس‌های فلسفه
به فلسفه هایدگر رسیدن اشاراتی کردن، چون به هر حال خیلی ها زیر علم هایدگر در ایران سینه زدن بعد از فردید و شاگردان فردید و کسانی که بودن و همینجوری لغلغه زبان حرفاش رو اینجوری چیز کردند، تکرار کردند و اینا. خب ممکنه این هستی شناسی بنیانی رو هم توضیح داده باشن، ولی این هستی شناسی، عنوان هستی شناسی بنیانی به نظر من زیر تأثیر نگاه نیچه به هستی است. نوعاً بله، این از اونجا جدا میشه، عنوانش رو میگذاره هستی شناسی بنیانی. دوم، نقد نیچه از افلاطون. دقت کنید، نقد نیچه از افلاطون و مکس کردن او در تخریب متافیزیک افلاطونی و تأکیدش بر عالم ماورا، این که عالم ماورا از ابداعات افلاطونه و این تمام جریان متافیزیک، این عالم ماورا یعنی این دوگانه بینی انسان تا عصر مدرن ادامه داشته، هایدگر رو متوجه میکنه که متافیزیک از ارسطو به بعد این مسئله بسیار باریکیه، یعنی یکی از کانونهای تفکر هایدگره. اون همین چیزیست که دارم اشاره میکنم، جمله رو متوقف کردم در نیمه تا این تأکید رو بکنم و ادامه بدم. یه بار دیگه میخونم یا میگویم، نقد نیچه از افلاطون و مکس کردن او بر دوگانه بینی افلاطون چونان عنصر بنیانی در تخریب نگاه طبیعی و سالم انسان نسبت به حیات یا تخریب هایی که متافیزیک انجام میده، هایدگر رو متوجه یه معنایی میکنه و اون این که تمام جریان متافیزیک از ارسطو به بعد روی موجود یا هستنده و نه وجود یا هستی مکس کرده، روی موجود مکس کرده و نه وجود. خطای متافیزیک این بوده که به شناسایی موجود پرداخته و نه وجود یا هستی. نکته دوم. سوم، نیچه به نوعی هستی شناسی میرسه که آن چونان امکانی برای هایدگر میشود تا نظریه هستی شناسی خودش رو شکل بده، که این بنیان رو و چگونگی رسیدن به معنایی از هستی رو در گفتار پیش در اندیشه نیچه توضیح دادم. اینکه نکته ای رو که کانون نگاهش به هستیه، دو یا سه چیز بود تکرار میکنم، و همین دو یا سه نکته نحو نگاه هایدگر رو متوجه راستایی میکنه که بعد اون رو اسمشو میگذاره اونتولوژی فوندمانتال، هستی شناسی بنیانی. و اون این بود که هستی امر کانونیش حیات، تمام تاریخ متافیزیک در نگاه به هستی حیات رو نفی کردن، ازش عبور کردند، نادیده گرفتن. سوم این که هستی رو بنیان ارزش ها قرار دادن، یعنی هستی و ارزش های متعالی متافیزیک با هستی گره زدن، در حالی که بزرگترین خطای متافیزیک بوده. حالا چهارم، برمیگردیم باز روی تأثیرات نیچه یا رابطه نیچه و هایدگر. نقد هایدگر بر متافیزیک زیر این عنوان که متافیزیک همواره بر وجود به موجود پرداخته و از وجود غفلت داشته،
که اشاره کردم قویاً زیر تأثیر بینش نقادانه متافیزیک نزد تحت تأثیر بینش نقادانه نیچه از متافیزیک، منتها در فرم نه در محتوا، چون بعداً نقدی که هایدگر به تاریخ متافیزیک میکنه در فرم متأثر از نیچه است ولی در محتوا عین نیچه نیست. یعنی چونان نیچه بر حیات تأکید نمیکنه، بلکه تأکید او بر امر هستی است و مطلق هستی. پنجم، هایدگر از گذار، ببینید سه چیز رو در تفکر نیچه گفتم، سه تم اصلیه: یکی ابرمرد، دوم مرگ خداوند، سوم اراده معطوف به قدرت. حالا هایدگر از مفهوم یا از گزاره مرگ خداوند، یعنی خدا مرده، که از سوی نیچه اعلام میشه، به مفهوم غفلت از خداوند میرسه. چون یکی از بحثایی که هایدگر روی خداوند داره اینه که در تاریخ متافیزیک نسبت به خداوند در غفلت بوده. متافیزیک همواره در از افلاطون به این طرف در غفلت بوده، حتی در مسیحیت. حالا یه اشاراتی بهش خواهم کرد، وگرنه خیلی وسیعه. من یه بار دیگه شاید در این گفتارها بهش اشاره کردم که من یه تحقیقی دارم روی مفهوم خداوند و ربوبیت نزد هایدگر که سالها روش کار کردم و خب نکته نظرات خیلی بدی و اساسی در نگاه هایدگر نسبت به مفهوم خداوند وجود داره. حالا هایدگر از گزاره، به نظر من هایدگر از گزاره خدا مرده یا مرگ خداوندی که از سوی نیچه اعلام میشه به مفهوم غفلت از خداوند میرسه. بلافاصله اینجا قبل از که ادامه بدم مطلب رو، یه نکته ای رو اشاره کنم در همین مفهوم و این عبارت خدا مرده نیچه. اینو بسیاری از آدم ها چون اصلا نیچه رو نمیشناسن و اصلا بین ما ایرانی ها حتی اهل فلسفه نیست آنگونه که باید اندیشه شناخته شده نیست، من جمله همین مفهوم نیهیلیزمی که طی چند جلسه براتون توضیح دادم، فکر میکنم اگر مراجعه بکنید به اون چی که گفته شده خیلی تفاوت است میان اون چی که توضیح دادم و حرفاش رو. من به صورت شفاهی نمیتونم صفحه و کتاب رو نشون بدم، فقط نام اون آثاری که این حرفا رو از اونجا در آوردیم و میتونیم در بیاریم اشاره کردم، وگرنه در نوشته میشه با سند نشون داد، دیگران نشان داده باشن. نمیگم کسی نگفته، گفتن حتما کما بیش، ولی حالا چقدر نمیدونم. برحال اما یکی از مفاهیمی که در نیچه شاید زیاد گفته شده و گفته میشه و بسیاری از ایرانیان به غلط میفتن در اون مفهوم، در درک اون مفهوم یا فهم اون یا انتقال اون، مرگ خداونده. مرگ خداوند برای نیچه هرگز به معنای نفی خداوند که نزد یک اتئیست و غیر معتقد به خداوند، یعنی میگوید خدا نیست، نمیتونه باشه و نیست، کاملا متفاوت از اونه. چرا؟ شاید در این بحث یا بحث‌های دیگر به مناسبت که وارد بشم براتون توضیح بدم که این مرگ خداوند دقیقاً ارتباط، هیچ ارتباطی با اتئیزم و نفی بودن و نبودن خداوند نداره، بلکه رابطه مستقیم، فقط اشاره میکنم رابطه مستقیم با پیدایش ارزش‌های متعالی داره. بنابراین حالا
روی همین تأثیرات صحبت میکنیم. هایدگر از گزاره خدا مرده یا مرگ خداوند نیچه به مفهوم غفلت از خداوند میرسه، چون هایدگر معتقده در تمام تاریخ متافیزیک خداوند در غفلت بوده. آنگاه این غفلت خداوند و این غفلت خداوند رو همسو میکنه با غفلت از هستی. ابتدا هم میگوید تاریخ متافیزیک موجود رو بهش پرداخته و از وجود غفلت کرده، بعد در کنارش میگه با غفلت از وجود یا هستی به غفلت از خداوند رسیده. اما این غفلت از خداوند زیر تأثیر، به نظر این گوینده زیر تأثیر مفهوم مرگ خداوند نزد نیچه است. این که میگوید، هایدگر اینو میگه در مسئله غفلت از خداوند، اینو میگه مادام که از وجود پرسش نشود، آن هم پرسشی بنیانی، پرسشی که ربطی با موجود ندارد، پرسش از خداوند ممکن نیست. بنابراین میگوید ما در عصر غروب خداوند و خدایان هستیم. و نکته بعدی، تأثیر نیچه بر هایدگر یا رابطه اندیشه ورزی اون با هایدگر، این که عالم ماورا یا دوالیزم افلاطونی در تفکر نیچه به مثابه اساس نقد نیچه از تاریخ متافیزیک، هایدگر رو به اونجا میرسونه که میگوید الهیات، عمدتاً مسیحیت، خداوند رو مبدل به یک موجود کرده، آنگاه به خداوند به مثابه شی نگریسته. از این رو میتوان گفت که طرح مسئله مرگ خداوند نیچه، هایدگر رو به گذر از خدای خالق چونان بنیان عالم میرسونه که او اصلا باوری نسبت به خدای خالق نداشته. چون وقت من تمامه، باز نکته های دیگری در این تأثیرات هست و بقیه مطالب رو به برنامه بعد وامی گذارم. همین و مرسی.